اما برای این قسمت تبلت، خانواده یکی از کشته شدگان هواپیمای اوکراینی با ماست. حامد اسماعیلیون، نویسنده‌ای که خیلی ها اسمش رو شنیدید. نویسنده‌ای که فرزندش ریرا و همسرش پریسا رو در هواپیمای اوکراینی با موشکای سپاه از دست داد. کسی که غمش رو تبدیل به خشم و قدرت کرد و حالا هم نماینده خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در انجمنی که تأسیس شد. این هفته در پارلمان کانادا حضور پیدا کردن. ترجیح میدم از زبان خودش بشنوید چه بر او گذشت و در مسیر دادخواهی به چه سمتی پیش میرن. آقای اسماعیلیون عزیز، ممنونم از اینکه دعوت ما رو برای حضور تو برنامه پذیرفتین. سلام عرض میکنم، خیلی متشکرم از شما. قبل از اینکه برم سراغ سوالات، واقعا باید بگم که همین هفته تولد پریسا همسر نازنینتون بود. سخته. مادران کشته شده‌های آبان میگن ما هر بار که تولد بچه‌هامون میشه، به جای اینکه بچه‌هامون چشاشون رو ببندن و آرزو کنن و شمع فوت کنن، ما چشامون رو به جاشون میبندیم و آرزو میکنیم. برای همین واقعا دوست دارم بدونم تولد پریسا و ریرا بر شما چه جوری میگذره و معمولا چه حس و حال و چه رویاها و آرزوهایی دارین. بسیار روزهای سختی است، به خصوص روزهای تولد برای خانواده ها. نمیتونم بگم که فقط روزهای تولد، بسیاری از روزها در طول سال این اندوهی که در واقع خیلی عمیق سرباز میکنه و به هر حال انسان رها نمیکنه، از روزها پیش از اون و روزها بعد از اون. و فقط روزهای تولد نیست، سال نو هست، شب یلدا هست، روزهای بسیاری هست و در خاطرات من در روزگاری که گذشته و هر ماه من روزی رو به یاد میارم که اتفاق خاصی افتاده و برای من و سایر خانواده ها اون روزها در واقع نشانه زندگی خوبیه که وجود داشته و دیگه نیست. به هر حال چون شما کارهای بزرگی کردین، ترجیح میدم برم روی مصاحبه و ممنونم که اینو پاسخ دادین. در مورد سخنرانی آخرتون توی مجلس کانادا، ممکنه که خودتون بگید که دقیقاً خواسته های شما به عنوان خانواده‌های کشته شدگان هواپیمای اوکراینی تو این نشست با نمایندگان چی بود آقای اسماعیلیون؟ این نشست که در واقع به همت کمیسیون روابط خارجی مجلس کانادا برگزار شد که ریاستش رو آقای علی احساسی نماینده ایرانی کانادایی به عهده دارن، 7 نفر شاهد و در واقع متخصص حضور داشتن که منم به عنوان شاهد به نمایندگی از انجمن دعوت شده بودم. من در واقع در این صحبت ها اشاره کردم به وقایعی که در 3 ماه گذشته بر خانواده ها اتفاق افتاده، برای خانواده ها و نقض حقوق خانواده ها در کانادا و در ایران، نقض خانواده های اهل افغانستان در ایران و موارد شکنجه فیزیکی بوده، موارد حمله به خانواده ها بوده، به خصوص اخیراً که در جلوی سفارت اوکراین چند ماه پیش جمع شدند و موارد چنینی رو در واقع برای این کمیسیون توضیح دادم. و در نهایت چند خواسته اصلی ما داشتیم که متاسفانه هنوز از سوی دولت کانادا یا مقامات مسئول پذیرفته نشده. یکیش باز شدن پرونده جنایی در کانادا بوده که باید توسط پلیس فدرال اتفاق می افتاده، متاسفانه این اتفاق نیفتاده. و سه خواسته دیگه، ارجاع این پرونده به سازمان جهانی هوانوردی غیر نظامی، قرار دادن سپاه در لیست گروه های تروریستی و اعمال تحریم های هدفدار مگنیتسکی بر مقامات جمهوری اسلامی است که هنوز متاسفانه اتفاق نیفتاد. اتفاقا همین رو میخوام بپرسم که وقتی که شما بحث قرار گرفتن سپاه رو در لیست تروریستی میگین، فقط اینطور نیست که دشمنانتون یا مخالفانتون یا کسایی که مانع ایجاد میکنن خود سپاه، آخوندها و مقامات جمهوری اسلامی باشن، چه کار میکنید با موانعی که خارج کشور کسانی به عنوان فعال مدنی، روزنامه‌نگار باهاتون مخالفت میکنن؟ چه صدایی ایجاد میکنن و با اونها در واقع چگونه مواجه میشید؟ ببینید، اغلب مخالفت هایی که میشه بر اساس دادن اطلاعات نادرست به مردمه. مثلا قرار دادن سپاه در لیست گروه های تروریستی، مسئله‌ای که خیلی بهش در واقع این روزها تاکید میکنن، کسانی است که دوران سربازیشون رو در سپاه گذروندن بدون که خودشون بخوان و این رو به عنوان یه ابزاری مطرح میکنن برای اینکه مردم رو بترسونن، در صورتی که ما اگر بخوایم این کار رو انجام بدیم و با دولت هم داریم در موردش مذاکره میکنیم، این است که افرادی که به صورت غیر داوطلبانه برای سپاه مجبور شدن خدمت کنند، از این ماجرا مسئول بمانند
و توجه باید بشه که اگر سپاه در لیست گروه های تروریستی قرار بگیره، در واقع ضربه است به سپاه در کانادا که نتونه پولشویی کنه، نتونن مقامات سپاه به این کشور بیان، و این افرادی که در واقع به نظر من اطلاعات نادرست پخش میکنند، میگویند که این تحریم ها مردم را هدف میگیره، در صورتی که به هیچ عنوان مردم نیست، در صورت و ابزار سرکوب مردم را هدف خواهد گرفت. خب به روزای اول چطور آقای اسماعیلیان؟ روزای اول که بحث اصلا تحریم نبود، این بحث رو بخشی از بازوهای در واقع حمایتی جمهوری اسلامی در خارج کشور در رسانه‌های بین‌المللی مطرح می‌کردن که سپاه رو باید حسابش جدا کرد از دولت. با این موانع کسانی که به هر حال خودشون رو به عنوان مخالفان هم ممکنه مطرح بکنن، چجوری مواجه میشین و چه پاسخهایی و واقعا چقدر براتون سختی ایجاد میکنن در مسیر دادخواهی؟ ببینید، ما حرف حق رو میزنیم، یعنی ممکن است که کسانی براشون خوشایند نباشه. به هر حال مثلا به عنوان مثال بازی دوستانه‌ای که چند وقت پیش در مورد صحبت شد و قرار بود در کانادا صورت بگیره، خب برای ما بسیار دشوار بود وارد این در واقع موضوع فوتبال دوستانه شدن، ولی نمیتونستیم در واقع کنار بیستیم، برای اینکه داشتیم نشانه های دیگری رو میدیدیم، فقط بحث بازی فوتبال نبود. این پرونده برای ما مهمترین چیزه و هر چیزی که بخواد بر اون تأثیر بگذاره در کشور کانادا برای ما مهمه. و یکیش مسابقه فوتباله. همزمان با مسابقه فوتبال توجه بفرمایید که در وزارت دفاع کانادا سمیناری تشکیل شد که افرادی در اون سمینار دعوت شده بودند که به هیچ عنوان به جامعه مدنی ایرانیان خارج از کشور یا قربانیان جمهوری اسلامی تعلق نداشتند. به عنوان مثال من میدونم آقای تریتا پارسی مدیر سابق نایاک دعوت بوده، برخی از اعضای سابق کنگره ایرانیان کانادا دعوت بودند، آقای محسن میلانی، آقای علی واعظ، آقای به اسم ناصر هادیان که رئیس داره که استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران هستند، به خرج وزارت دفاع کانادا 2 روز در سمیناری در اتاق شرکت داشتن. تمام این اتفاقاتش به صورت موازی رخ میداد و هفته پیش که ما با وزیر امور خارجه کانادا هم صحبت کردیم، به ایشون اکثریت خانواده ها گفتن که شما نشانه هایی که برای خانواده ها فرستادین در این 3 ماه نشانه های مثبتی نیست. بازی دوستانه فوتبال بوده، این سمینار بوده، گزارش ناقصی که منتشر کردید بوده، در ازای اون شما باید سپاه رو در لیست گروه های تروریستی قرار میدهید، در ازای اون شما باید مقامات جمهوری اسلامی رو در تحریم های هدفدار قرار میدهید. من به وزیر خارجه عرض کردم خدمتشون که شما در یک شب پوتین و لوکاشنکو رو در لیست مگنسی قرار میدین، چطور خامنه ای نمیتونه در این لیست قرار بگیره و مقامات سپاه قرار بگیرن؟ دقیقاً. من آقای اسماعیلیان، نکته که اشاره میکنین همین دشواری ها و سختی ها و موانعی هست که به جز در واقع مسئولان جمهوری اسلامی کسانی در خارج کشور ایجاد میکنند. حالا من میخوام از این دشواری ها بگذرم، چقدر سخته براتون، برای خود مردم عادی تو کانادا، تو آمریکا، تو دیگر کشورها اساسا توضیح بدین که چجوری جمهوری اسلامی با شلیک موشک دختر بیگناهتون، بچه های دیگر رو تو هواپیما کشه؟ یعنی اصلا چنین موضوعی رو درک میکنن مردم عادی؟ ببینید، برای کسانی که جمهوری اسلامی رو نمیشناسن راحت ترین راه اینه که آسون ترین توضیح رو بپذیرند. یعنی برخوردهایی که بوده در 3 ماه گذشته اغلب اینطور بوده که خب چرا باید جمهوری اسلامی مردم رو اینطوری سلاخی بکنه، و فکر میکردن که خب توضیحی که اونها میدن ممکنه قابل قبول باشه، در صورتی که ما که جمهوری اسلامی رو میشناسیم، ما که 43 ساله با پوست و گوشت خودمون این در واقع حکومت اوسیانگر و این حکومت آدم کش رو میشناسیم، میدونیم که این حمله به این پرواز آمدانه بوده، میدونیم که یک نقشه شریرانه پشت این ماجرا بوده. توضیح این به جامعه بسیار دشواره و نه تنها مردم عادی، ما در این 3 ماه از یک افسر پلیس ساده تا بالاترین مقامات سیاسی رو باید آگاه می‌کردیم که چه اتفاقی افتاده. چگونه اتفاق. بله آقای اسماعیلیون، ببخشید من خیلی صریح بگم، کانادا تبدیل شده به حیات خلوت بسیاری از کسانی که حامی جمهوری اسلامی هستند. برای همین من این سوال رو می‌پرسم، آیا وقتی که تهدید میشین، وقتی که مورد در واقع تهدید حذف فیزیکی قرار میگیرید، توقعی دارید که خود ایرانیان کانادا کمکی به شما بکنن؟ توقعتون در واقع از کسانی که همراه و همدل هستن چه هست؟
حقیقت شو بگم به نظر من بسیاری از ایرانیان کانادا با ما همدل هستن، یعنی من میتونم بگم اکثریت مردم عادی، برای اینکه این مسئله مسئله مردمه، این مسئله مسئله احزاب نیست، این مسئله مسئله یک در واقع خیلی مشخصه. همه فکر میکنن که میتونستن تو اون هواپیما باشن، همه فکر میکنن که بچه هاشون میتونستن در اون هواپیما باشن و این همدلی ادامه داره. من این رو از مردم میبینم در شهرهای مختلف. من در هفته گذشته تورنتو و مونتریال و در هفته آینده در شهرهای دیگر کانادا خواهم بود. من این رو از مردم میبینم و میشنوم. ببینید مثلا فوتبال نشون داد که بی قدرتان قدرت دارن، نشون داد که مردم عادی اگر بخوان میتونن صداشون رو بلند کنن و صدای اونها از صدای طرفداران جمهوری اسلامی در کانادا بلندتر باشه. من برای همین این سوال رو پرسیدم، برای اینکه خب شخص شما جزو کسانی بودین که غمتون رو تبدیل به قدرت کردین، برای همین دلم میخواد این سوال رو ازتون بپرسم. چجوری ممکنه که انسان دو عزیزش رو از دست بده ولی پریشون نشه، پژمرده نشه و این غم رو تبدیل به خشم و یک نیروی محرکه سازنده بکنه برای اینکه بتونه این همدلی عمومی رو تو جامعه ایجاد بکنه؟ چی کار کردین با این غم؟ ببینید، من و دیگر خانواده در موقعیتی قرار گرفتیم که چاره جز این کار رو نداشتیم. یعنی یا باید انسان می نشست و نگاه می کرد و یا اینکه باید وارد گود می شد و نمی شد بیستی و نگاه کنی و ببینی دیگران برای خانواده تو تصمیم می گیرن، دیگران برای سرنوشت تو و عزیزانی که کشته شدن تصمیم می گیرن. و خب به هر حال من قبل از این ماجرا هم خیلی خونده بودم و می دونستم در مورد کمپین های بزرگی که ممکنه بوده، در میدان تیانانمن چین بوده، در قربانیان روهینگیا، در قربانیان رواندا، در قربانیان یوگسلاوی. همبستگی خانواده ها بسیار مهمه برای کشوندن جنایتکاران به دادگاه های بین المللی. راه بسیار سختی بوده. من گمان میکنم در هفته های اول هیچ امیدی نداشتم که این به جایی برسه، ولی خوشبختانه خانواده ها هم دیگر رو پیدا کردن. انجمن خانواده ها شکل گرفت و یک هسته مرکزی قوی وجود داره. به نظر من یک گروه منسجم با انگیزه وجود داره که قصد دارن جمهوری اسلامی رو به دادگاه بین‌المللی ببرن. این مسئله طولانی است و زمانبر هست، ولی با همدلی خانواده ها، اتحادشون و همراهیشون به نظر من امید وجود داره. کاملا. حالا من میخوام برگردم به همبستگی و همدلی خانواده ها اشاره کردین. به هر حال قبل از فاجعه یه تلخی که برای شما رخ بده، جمهوری اسلامی کشت، اعدام کرد، تو زندان شکنجه کرد، کشت کرد، ترک، بلوچ، آبان، دیما، 88، کوی دانشگاه. من میخوام بگم چجوری ممکنه بر اساس حالا مطالعاتی که شما کردید تو این مسیر خانواده های دادخواهان این چندهه رو متحد کرد و آیا ضرورتی میبینید در مسیر دادخواهیتون که این تبدیل بشه به یک دادخواهی جمعی؟ به نظر من بسیار مسئله مهمیه که خانواده ها هم دیگر رو پیدا بکنند و در واقع یک دادخواهی بزرگ صورت بگیره، ولی این مسیر هم به نظر من آسون و سریع نخواهد بود. به هر حال قطعا ما با خانواده های دیگر در ارتباطیم، در فجایع دیگر ما سعی میکنیم که در انجمن با هر اتفاق جدیدی هم، فاجعه جدیدی هم که اتفاق میفته، بگیم که همدل هستیم با این خانواده ها. ولی ما به نظر من این اتحاد مهمترین کاری که میتونه بکنه این که نقطه پایانی بگذاره بر جمهوری اسلامی و جنایاتش. این اتفاق در لیبی افتاده، دادخواهی خانواده های زندانی در لیبی و دادخواهی خانواده هایی که در پرواز لاکربی کشته شدند توسط لیبی در واقع کمک کرد و تأثیر گذاشت در سقوط معمر قذافی. یک دو تا از نشانه هایی که در واقع شش نشانه ای که بر سقوط قذافی بوده در واقع در بردادخواهی خانواده ها استواره. به نظر من این اتحاد شکل خواهد گرفت، زمان خواهد برد، ایجاد تشکل در میان خانواده های فجایع دیگه، جنایت دیگه بسیار مهمه که ما مثلا بدونیم که با چه کسانی دقیقا باید صحبت بکنیم. با خانواده های آبان، با بسیاری از اونها خانواده های پرواز در ارتباط هستند، خانواده های 88، قتل های دهه 60. شما بسیاری جنایات وجود داره که واقعا نام بردن از سکتک شما خیلی سخته. کاملا. نه، من این سوال رو پرسیدم آقای اسماعیلیون برای اینکه خانواده های آبان، در واقع مشخصا من باشون خیلی ارتباط دارم، این سوال رو خواستن که از شما مطرح بکنم که
چگونه میشه متحدتر در کنار هم دیگه، چون از کارهایی که خانواده‌های پرواز اوکراینی کردن امید و قدرت گرفتن. برای همین حالا سوال دیگه که میخوام ازتون بپرسم همینه که شما تونستید برخی از گام هاتون رو به نتیجه برسید، چه پیشنهاد و راهکاری دارید حالا برای کسان دیگه و خانواده های دیگه که تو این مسیر گاهی خسته میشن، گاهی بهشون فشار میاد؟ ببینید، این یک مسئله عمومی است بر قربانیان جمهوری اسلامی. شما عزیزت رو بی‌رحمانه از دست دادی، بدون هیچ توضیحی از دست دادی، و همه ما دچار این خستگی میشیم، همه ما دچار ناامیدی میشیم در ساعت روز. اصلا لازم نیست شما در یک برهه یا سال گرفتار این ماجرا بشیم. من صبح که بیدار میشم امیدوارم، دو ساعت بعد بسیار ناامیدم، دوباره دو ساعت بعد. این در واقع یک نوسان داره، مثل یک منحنی سینوسی است که هی بالا و پایین میره، و این برای همه هست، برای همه هست. ولی وقتی میرم و میبینم خانواده های دیگه هستن، خانواده های تو ایران هستن که با قدرت دارن اعتراض میکنن، وقتی مادران آبان رو میبینم، وقتی مادران فجایع دیگر رو میبینم که با قدرت دارن اعتراض میکنن، منم واقعا ازشون انرژی میگیرم، و این انرژی به نظر من متقابله. اگر که به نظر من بتونن خانواده های فجایع دیگه هم تشکل هایی رو شکل بدن و یک همبستگی عمومی بین خانواده های آبان به قولی شکل بگیره، هنوز ابعاد آبان به نظر مشخص نیست. هنوز بسیاری از خانواده ها شاید در سکوت به سر میبرن، و اینو در مورد هواپیما کمتر میبینیم، برای اینکه بلافاصله این انجمن تشکیل شد. سکوت میدونید یک راهیه که در واقع گاهی اوقات به ناچار رخ میده. این دلیل بر رضایت نیست، این دلیل بر اینه که خانواده نمیتونه در واقع زانوان لرزانش رو استوار کنه و بلند شه و بیسته. و من به هیچ عنوان این خانواده ها رو قضاوت نمی کنم، بسیار سخته براشون. نه، همینطوره. و ممنونم که توضیح دادیم، برای اینکه خانواده های آبان تعداد زیادیشون که سکوتشون رو شکستن، منوچهر بختیاری در زندان هست، خانواده های دادخواهی که الان فرزانه انصاری فر هم پدر و هم برادر دیگرش در زندان هست، پژمان قلی‌پور و پویا بختیاری رو میبینیم که سکوتون شکستن. ولی حالا سوالی که از شما دارم اینه که شما تبدیل شدید به یه صدای بلند در جامعه بین‌المللی، اما تا این لحظه هیچ کدوم از قاتلان اصلی دادگاهی نشدن. اگر قرار باشه یکی از این قاتلان رو شما در نظر بگیرید و فکر کنید که در دادگاهی هستین که صدای شما رو میشنوه مستقیم، به او چه میگید؟ حقیقتش من میذارم که قانون قضاوت بکنه. در واقع اون چیزی که اون باید ببینه، اون زندگی زیبایی است که از بین برده. و من گمان میکنم، به هر حال در سابقه دادگاه نورنبرگ رو ما در تاریخ داریم که این فیلم های آشویتس رو نشون دادن مقامات نازی، و بعضی از اونها احساساتی شدن. من در مقامات جمهوری اسلامی این رو نمیبینم حقیقتا. در مقامات جمهوری اسلامی ابراز پشیمانی و شرم رو نمیبینم، و بسیار سخته که انسان تصمیم بگیره که چه راهی رو در برابر این در واقع اراذل جمهوری اسلامی جلو ببره. دو حق داره انسان، یکی انتقامه، یکی دادخواهی است. و به نظر من جمهوری اسلامی باید شاکر باشه که خانواده دادخواهی رو انتخاب کردن، و دادخواهی به یک دادگاه منجر خواهد شد که همین که اون عوامل شلیک به هواپیما، مثل سلامی، مثل باقری، مثل خامنه‌ای، مثل حاجی زاده، مثل جواد ظریف که بی‌شرمانه تلاش کرد که بر این فاجعه خاک بپاشه، اونجا بنشینند و ببینند که چه زندگی‌هایی رو نابود کردند. در درجه اول حقیقت مشخص بشه، چون حقیقت باعث التیام جامعه خواهد شد. روشن شدن چه اتفاقی افتاد، چه در آبان، چه در پرواز، چه در 88، چه در 767، همه این چه اتفاقاتی در اون سلولی که ستار بهشتی زندانی بود افتاد، مریم کریم بیگی که الان در زندان، چه اتفاقی برای برادرش افتاد. اینها باید برای جامعه روشن بشه. خانواده های دادخواه و خانواده های قربانیان به نظر من چیزی عایدشون نخواهد شد، ولی این منفعت برای جامعه خواهد بود. و محکوم شدن این آدم‌ها و به نظر من بعد از روشن شدن حقیقت بلافاصله رو خواهد. دلم نمیاد این ازتون نپرسم، چی باعث میشه در برابر زخم زبون‌های
کسانی که فکر میکنن در خارج کشور کراواتی هستن ولی همون زخم زبونهایی که جمهوری اسلامی میخواد به شما بزنه رو اونها میزنن، در مواجهه با اصلاح طلبان چیکار میکنید که قوی هستین؟ برای من اصلا مهم نیست. اونها از روز اول این کار رو کردند. ببینید، ما در روزهای اول که بسیار وضعیت بدی داشتیم، همه ما در شوک و بهت به سر می بردیم. اینها در واقع در شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی کانادا رو اشغال می کردند و می گفتند حرف از صلح بزنید، حرف از جنگ انتقام نزنید، در صورتی که خانواده های دادخواه اصلا بحث جنگ نبود، اونها داشتن از پا افتاده بودند. و بعد مثل کنگره ایرانیان کانادا که اینجا حضور داره، اصلا اسم سپاه پاسداران رو نمیاره در بیانیه‌اش در روزهای اول، و آشنا بود. این چیزها رو ما دیده بودیم، خونشویی رو دیده بودیم در واقع، و برای من تازگی نداشت. و حملات شخصی اگه هست، سعی میکنن که شخص رو از جمع جدا بکنن و به تنهایی مورد حمله قرار بدن، در صورتی که انجمن خانواده نماینده 138 خانواده در واقع جانباختگان هست و انجمن بزرگی است. و اگر من صحبت میکنم، شاید من بیشتر دیده میشم به عنوان سخنگوی جمع، ولی 9 نفر هیئت مدیره داره، تعداد زیادی خانواده در سراسر دنیا هستند و پشتیبانی میکنند. به نظر من وقتی که خانواده ها حامی حرکتی باشن که هیئت مدیره و یا سخنگوی این انجمن شکل میده، برای من کافیه. بعد از اینکه مثلا این فوتبال کنسل شد، میدونم خیلی مسئله مناقشه برانگیزی بوده، شاید خیلی طولانی باشه بحث در موردش، ولی برای اولین بار من لبخند مادران پرواز رو دیدم. من حتما توی برنامه دیگه دعوت میکنم، برای اینکه این موضوعی هست که در مورد ورزش ما زخم خوردیم و من درک میکنم کار بزرگی کردین. آقای اسماعیلیون، در پایان میخوام بهتون بگم میلیون ها نفر از هموطنانتون باهاتون همدردی میکنن، همدلن. میلیون ها نفر واقعا برای ریرا دخترتون جوری گریه کردن که انگار دختر خودشونه، برای پریسا، و با شما غمگین شدیم، با شما خشمگین شدیم. ممنونم که اومدین تو برنامه. خیلی متشکرم از شما و از مردم ایران. ممنونم. این مصاحبه رو هم شنیدید. پیام روشنی که در صدای همه دادخواهان به گوش میرسه، اتحاد و همبستگی در مسیر دادخواهی هست. و اما اسامی در مصاحبه من با حامد اسماعیلیون مطرح شد و اسم ارگانیزیشن هایی هم مطرح شده که ما بارها خودمون دعوت کردیم از اونها که در خارج کشور هستن در این برنامه شرکت بکنن و در مورد مواضعشون که مورد اعتراض و انتقاد خانواده‌های دادخواهان و بسیار از ایرانیان هست با ما گفتگو بکنن. الان هم از اونها دعوت می‌کنیم که برای پاسخ گفتن به نقدها و اعتراضات در این برنامه حضور پیدا بکنن. یادتون باشه ما فقط 2 دوربین داریم، میلیون‌ها دوربین دست شما مردم ایرانه که شدید صدا و سیمای خودتون و برای همینه که شما وحشت دارن. بچرخ تا بچرخیم.